شما سلام علیکم، خسته نباشین، حال شما چطوره؟ مهمان این برنامه ما کار فرش هستن، فرش فروشی دارن. لطف کنید خودتونو معرفی بفرمایید، سابقه کارتونم بفرمایید. به نام خدا، من مهدی رئیس زاده کاشانی هستم. مدت 37 سال در کار فرش دستباف هستم. اصلا کاشانی هم هست؟ اهل کاشان هم هستم. بله، پس روزگارتون هم بد نیست. الهی شکر، الحمدلله. شما شغل پدرتون چی بوده؟ کار اونم کار بافندگی داشتم. بافندگی فرش. بله. آقا شما میلیاردرین دیگه، قرار هر کی اینجا میشینه راستشو بگه. بله. شما کاشانی هستین، بعد تو کار فرش هستی، 37 سال هم هست، درست عرض کردم؟ بله. بعد میلیاردر هم هستین؟ نخی. چی هست؟ چجوریه؟ آب باریکه دارین شما؟ نه، ما مثل بقیه کاسبا. بقیه کاسبا چجوری هست؟ وضعشون خوبه؟ بعضی هاشون وضعشون خوبه، بعضی هاشون هم معمولی. شما کدوم دسته هستن؟ کار فرش کار معمولیه، چون یه کار روزمره عمومی مردم نیست، یه کاریه که گاهی گداری مردم جامعه باش سر و کار داره. بله. مگر که صادرات داشته باشه. شما صادرات ندارین؟ نخی. اون وقت خرید فرشای کهنه هم داریم؟ خرید دارید فرشای کهنه، معاوضه فرشای کهنه با نو داریم. بله. بعد اونایی که صادرات دارن میان از شما فرش کهنه رو میخرن؟ بله. درست. اینجا نوشته که چقدر به زیر پامون نگاه میکنیم، این گلها و نقشهای ظریفی که روی زمین پهن شدن، نقش آهوها و درختها. یاد اون کسانی که روزها و ماها پشت این دار قالی نشستن، چشمشون رو گذاشتن و این تابلوی زیبا رو خلق کردن، میافتیم یا نه؟ همینجوری؟ نه، اصلا خیلی لزومی هم نداره، میخوام ببینم یادشون میافتیم یا نه. هیچ منظوری از این حرفی که میزنم ندارم. شما این نمایش ببینین. رحیم چیه فرمون؟ موضوع این برنامه چیه؟ موضوع این برنامه فرش فروشه فرمون. تو چرا جواب میدی؟ من از مادرت پرسیدم. وا، خب خودم جواب دادم دیگه فرمون. مگه تو فهیمی؟ من دارم از این میپرسم، تو جواب میدی؟ بابا فرمون، خب مامان فهیم جواب داد دیگه. شما چتونه امروز؟ چرا اینجوری میکنی؟ بابا فرمون چت شده تو؟ میگم بابا فرمون میزونی چیزی دونگه نیست؟ نه، مثل اینکه میزون نیستی فرمون. بابا شما دیوونه شدین مگه؟ چرا اینجوری میکنین شما؟
یعنی چی؟ میگم مامان فهیم بابا فرمون مثل اینکه دو مرتبه حالش خوب نیست، ببرمش دکتر، زنگ بزنیم دکتر بیاد ما. آره باید زنگ بزنیم دکتر، دل واپسا باز میخواین زنگ بزنید دکتر بیاد؟ آخه بابا فرمون یکم میزون نیستی. بابا من چیزیم نیست فهیم، تو چرا شدی نمیدونم. آفرین شما دکتر برای خود. آقا من سالمه دیگه، داره فرمون از دستم در میره. مامان فهیم زنگ بزن دکتر بیاد دیگه. ای بابا ببین چه جانه دارم با من چی کار میکنند، تقصیر من فرمون. بابا دارین شما من دیوونه. خیلی خوب فرمون، خیلی خوب عصبانی نشو دیگه. دکتر میاد، ناراحت نباش. دکتر برای من بیاد، من بابا چیزیم نیست. وای آخه میزون نیستی بابا فرمون. آی هوار فرمون از دستم رفت، دیوونه شدم. میگم آقای دکتر چی شد؟ چش بود ها؟ نه دیگه مشکلش حل شد، اصلا جای نگرانی نیست. آقا فرمون میزونی؟ میگم فرمون خوبی دیگه، حالت خوبه دیگه ها؟ آره ما فهیم به مبارکی خوبه، خوبم، فقط یه خوره حوصله ندارم. آره بابا فرمون خوبم. آره آقای دکتر بابا فرمون خیلی خوبه ها، به مبارکی. چوق چوق آقای دکتر، ولی همچی مثل که یه مقداری میزون نیست ها؟ نه کاملا حالش خوبه. خوبه؟ خوبه فرمون داره از دستم میره ها. بابا فرمون این دکتر خیلی خوبه، به مبارکی. بینندگان عزیز، بار دیگر با یکی دیگر از برنامه‌های گزارش در خدمتتون هستیم. با هم به سطح شهر میایم تا نظر شما رو در مورد موضوع امشب برنامه‌مون بپرسیم. سلام. موضوع برنامه امشب ما فرش فروشه. خب چیکار کنم؟ هنوز شما برنامه دارین؟ خب اگه اجازه بدین شما. ما جوریام که نداریم که. خب دیگه حالا فعلا اینجوری شده. اینجوری شد جواب ما نشد، جمعش کنین دیگه. حالا موضوع چیه؟ چی میخوای؟ عرض کردم فرش فروشی. خب لولش کنین، مثل فرش بزنین چه گوشه ای که پا نخوره. خیلی ممنون. نخوره دیگه؟ خب اگه کمکم خواستی من میام کمک. مگه شما قبلا خودتون تو کار فرش فروشی بودی؟ نه ولی کارشونو بلدم، میدونم چجوری. انقدر تکون نخوره دیگه. بشین ترجم، ولی میدونم چطوری معامله میکنن. اگه خواستی میاد کمک میکنیم، وقتی خواستی فرشاتونو لوله بکنین یکم نفتالین میریزین توش که این بیدای اونجوری گروپ گروپ نیان همشو بخورن دیگه. گروپ بعد ببخشید مرسی. رفتی و گزارشو بگو خودش بیاد، یه ذره بچه رو میفرسته. چیه چه کاریه؟ بفرما شما بفرما دیگه. سلام. سلام خوبی؟ ممنون. موضوع گزارش امشب ما در باره فرش فروشه. نگو. برای چی؟ آخه تا میگی میفروشن. خب کارش همینه. خب از بگو نظرتون در باره فرش فروشی چیه؟ فرش خیلی خوبه نازن، نگو. ولی فرش داریم تا فرش. یه فرش هست که پاخورش خوبه، یه فرش هست که سرخورش خوبه. فرش داریم تا فرش. شما خودتون تو فرش واردین؟ نگو، من خیلی تو فرش واردم. اونجا یکی وایستاده باشه دستش باشه میگم فرش یا موکته. خیلی واردم. پس حسابی واردی. نگو، من تازه وارد نشدم. خیلی وقت بیا بریم خونه من فرش هم بهت نشون بدم تو رو وارد کنم. نه خیلی ممنون. بریم بریم خونه. نه خیلی ممنون. مرسی. نه رو. نه
سلام، حالت خوبه؟ خوب هستین خانمتون؟ خوبه؟ بچه خوبه؟ سلام برسین بهشون. سلام، حالت خوبه؟ خوب هستین بچه خوبه؟ خانم خوبه؟ سلام برسین بهشون. سلام دارم، همکارتون خوبه؟ سلام برسین. اون یکی همکارتون هم خوبه؟ سلام برسین بهشون. ما بزرگ، ما بزرگ، همه خوبه؟ سلام و امو، همه خوبه؟ خاله دایی خوبه؟ سلام برسین. عتب کوچولو خوبه؟ سلام برسین. مرسی، دست بوست قربونه شما، خیلی ممنون، مرسی. موضوع برنامه شما فرش فروشه. ای چه جالبه، تو منم الان دارم میرم فرش فروش بارون خر کوچیکم. ای مبارک باشه، سلامت باشین. دیگه دیدیم هیچ کاری نمیشه کرد، دیگه هر کار کردیم نشد. تفلی پدرم فرش رو دولا کرد، دیدیم نرسید، یلا کرد، دیدیم زیاد اومد. چیکار کنیم دیگه؟ فرش دیگه نمیشه که از وسطش برید، از قیمتش میفته. این بود که دیگه یه فرش فروش بارون گرفتیم که دیگه فرش ببره. بله، بعد وقت نظرتون در مورد نظافت فرش چیه؟ خب خیلی خوبه، بهتر که آدم چیزای خوب رو فرش بریزه تا چیزای بد، مثل مثلا بستنی و چای شیرین و آب میوه و اینا، خیلی بهتره. بله، وقت به نظر شما یه فرش فروش خوب چه شرایطی باید داشته باشه؟ خب باید قانع باشه، آروم باشه، سنگین باشه، رنگین باشه، متین باشه، از موکت بدش بیاد، از سرامیک خوشش بیاد، با پارکت مشکلی نداشته باشه، روی سنگ مرمر هم لیز نخوره. دیگه ببخشید برم، دیر میشه. بله خیلی متشکرم. بخاطر سلام برسونید، بخاطر سلام برسونید. خدا فرشایی که قدیمی ان و نخنما شدن و دیگه کم کم دارن میپوسن، چرا اینقدر ارزش دارن و صادر میشن؟ این شانس ما ایرانی ها یا هر جای دیگه که بافنده این قالیای دست بافت هستن ده. فقط اینه که این کالا رو صادر میکنن ده. اگه صادرات هم به خاطری که صنایع دست هست، افراد خارجی به خاطر ارزش دستش بهش بها میدن و خریداری میکنن. شما چند تا قالی تو خونتون پهنه؟ ما سه تا. سه تا؟ بله، بیشتر لازم نداری. من که فرش فروش ندارم، اصلا کار فرش هستم، تو خونم چهار تاست. خب شما احتیاج دارید و جای بیشتری. خیلی عرض کنم، علت شوخی کردم. خواهش میکنم. عرض کنم خدمتون که شده تا حالا کسی فرشش رو بخواد به شما بفروشه و اصلا راجع به این رشته، یعنی هیچ سررشته از این قضیه نداشته باشه، قیمتش هم ندونه؟ احتمال داره، ولی اصولا اونایی که میخوان یه کالایی چه فرش چه جنسای دیگه بفروشن، حتما به چند نفر مراجعه میکنن و بعدن میفروشن. چه بسا بعضی وقتا میشه که بعضی خونه‌دارها از بعضی کاسبا هم زرنگتر واردتر. و واردتر هم هستن. شده فرشی رو به شما نشون بدن، بگن من اینو میفروشم مثلا 100,000 تومان، در حالی که قیمت اون فرش 400,000 تومان بوده، بعد شما چیزی نگفتین یا گفتین که آقا قیمت این 400 تومانه، تو داری اشتباه میکنی؟ به ندرت پیش میاد همچی چیزی، خیلی به ندرت. تو این 37-8 سال برای شما پیش نیومده؟ ممکنه. چرا؟ بعضی مواقع که افرادی که به شخص اطمینان دارن و نمیپرسن، تنها مراجعه میکنن به اون طرف مورد نظرشون. وقتی میرن میگن مثلا چنده، ما میگیم چنده، اطلاعی نداره. وقتی میپرسه میگه نه واقعا اطلاع نداره و قیمت کمتری رو میگه. خب انسان به آدم اطمینان کرده، اون که واقعیتش هست آدم میگه دیگه. مثلا یعنی شما میگین که تو داری اشتباه میکنی، قیمتش انقدره؟ بله مثلا قبلا 37-8 سال پیشم که وارد این حرفه شده بودین همین کارو میکردین. آخه مثلا این نیست که ما تنها با استفاده یک فرش تأمین نیست هیچ فردی. بله. به اضافه اینکه آدم وقتی راستش رو میگه برکتش با خداست. وقتی هم آدم بخواد خدای نکرده کلاهی سر کسی بذاره، اصلا دیگه میدونید اون پول هم ارزش نداره از نظر خدایی، شرعی، وجدانی. اون که به خود آدم مراجعه میکنه، اون بیشتر آدمو زجر میده. وقتی هم میبینه که یه نفر با آدم اطمینان کرده، میبره تو خونش، جنسشو احتیاج داره میفروشه، خدای نکرده بخواد از چنگش در بیاره، اون مسئله خیلی به آدم مزه نمیده اون پولش. بسیار عالی. شما به نظرتون بیشتر فرش‌های چه شهرهایی خوبه؟ کاشون اوله؟ امروز فرش‌های تبریز تو ایران حرف اولی میزنه. بله. بعدن فرش‌های نائین هست، کاشان بسیار فرش‌های خوبیه که اکثرا معمولی، زیاد سطح بالا نیست و زیادم پایین نیست. فرش‌های کاشان تبریز بهترینه. تبریز الان حرف اول میزنه و به درد یک سری افراد موند بالا بیشتر میخواد. بله. و صادرات
عزیزم مهمونی که میری، البته اینو قبلا هم گفتم ولی شرمنده زدی، بار دیگه برم بچه‌ها رو جمع و جور کنید، لیوان شربت آلبالو رو میریز رو فرشی که اونا خریدن، قسط دادن، گناه دارن، وقت اینو باید چیز کرد، اینو باید بدن بشورن، بعد این فرش هرچی میشوری بیشتر از بین میره، استهلاک پیدا میکنه. یه جوری این بچه‌ها رو اگه جمع کنیم در طول زندگیمون خیلی جلوییم از هر جهت. یه نمایش شما ببینین دوباره، الان من میام خدمتتون. چه روز آرومی. چه روز آرومی. قشنگ در اومد. چه روز آرومی تو جدول بود؟ آره خیلی چیزا تو جدوله. خب چرا مشتری نمیاد؟ چرا مشتری نمیاد؟ قشنگ در اومد. تو که اینجوری نبودی؟ جدولی که این چیزا توش باشه به درد نمیخوره. جدولی که نه درست در نمیاد، حق با توه، به درد نمیخوره، بعد انداختش دور. بفرمایید تو در بازه، بفرمایید. سلام قربان. سلام. سلام خانم. سلام. سلام. احوال شما؟ خیلی خوش اومدیم. بفرمایید. تشکر. من دنبال کار میگردم. ما همه رو اینجا سر کار میذاریم. بله اتفاقا ذکر خیر شما با دوستان من بود، میگفتن که همه رو خیلی راحت سر کار میذارید. آره؟ بله. امرتون. عرض میکنم. به هر حال ما آماده ایم. خواهش میکنم. من اومدم که کار پیدا کنم برای فرشم. برای فرشتون؟ بله اومدم برای فرشم کار پیدا کنم. میشه یک کم بیشتر توضیح بدین؟ گم کنم چند باری ما سفارش فرش داشتیم، ما سفارش فرش فروشی و فرش خریدار رو داشتیم. اجازه من یه نگاه به این لیسته بندازم. نه 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 من نمیخوام که فرش بفروشید، اومدم که براش کاری پیدا کنید. آره؟ بله کار پیدا کنید؟ برای خودتون کار نمیخوای؟ نه خیلی برای فرشم. برای پسرتون کار میخوای؟ نه خیلی برای پسرم نه. برای فرشتون؟ بله برای فرشم. فرشتون فرشتون بیکاره؟ آخه میدونین اینجا که امانت فروشی نیستش که، ما اینجا آژانس کاریابی داریم. برای آدما کار بله برای آدما کار پیدا میکنیم، امانت فروشی نیست که واسه اشیا. سوء تفاهم نشه، فرش من بیکاره، اومدم شما براش کار پیدا کنید، نه که فرشمو بفروشید. در ضمن کمیسیون بسیار خوبی هم میدم. آخه ما چجوری برای یه فرش کار پیدا کنیم؟ حالا چیز سوسا یه جوری پیدا میکنیم دیگه، حالا سخت نگیر. ببخشید این فرش شما چه کارهایی بلده انجام بده؟ فرش من خیلی کارا بلده. آره؟ بلده تا بشه، بلده پهن بشه، بلده لوله بشه. در ضمن خیلی هم بزرگه، اگر اون مکانی که درش زندگی میکنید بزرگ باشه میتونه خیلی کامل همه جا رو پوشش بده. پرستاری هم بلده؟ ببینید پرستاری بلد نیست، ولی اگه بخوان میتونن پرستار و بچه روش راه برن. ببخشید قالی گپارچه هستن ایشون؟ بله باور کنید من از ایشون خیلی راضیم، خیلی آرومه، تا حالا جیکش در نیومده. صد تومن خوبه؟ جیک فرش که معلومه در نیومده، مگه فرش جیک هم میزنه؟ راست میگه، مگه فرش جیک میزنه؟ بله اگر فرش چیم بخوره و کسی روش بخوره زمین جیک میزنه. 100 تومن خوبه؟ 100,000 تومن؟ بله 100,000 تومن؟ چی دوال اینجوری نبوده؟ 100,000 تومن؟ اگه منصفانه نیست 200 تومن خوبه؟ 200,000 تومن؟ به خاطر که فرش نازنینم یه بار ناراحت نشه.
200,000 تومان؟ نمیدونم. نمیخوای 100 تومان؟ اگر میبینید 100 تومان خوبه، 100 تومان. چیزه؟ بیشتر نمیتونید؟ بیشتر نه دیگه. ببینید 100 تومان، 50 تومان خوبه. میخواید ما از حقوقش کم کنیم؟ از حقوقش کم کنیم؟ آه، میتونید از حقوقش کم کنید اگر خواستید. بله. یعنی ما چقدر؟ 50 تومان دیگه. حالا اگر میبینید منصفانه نیست، 20 تومان خوبه. 50 تومان برای دستمزد فرش؟ 20 تومان. 20 تومان خوبه. 20 تومان. حالا این فرش کجا تشریف دارن؟ ایشون خیلی خجالتی هن، گذاشتمش بیرون پشت در. آره؟ بیارمش؟ خب بگی تشریف بیارن داخل. بله، اینجوری بعدش میکنم. بعدش دمه در. اجازه میفرمایید؟ بله، بفرمایید. آخه صف کنید. 20,000 تومن؟ بیا تو عزیزم، بیا تو عزیزم، بیا نشین بالا. بفرمید. خیلی ممنون. نگاش کنه چه نازه. نازی. ببین خانم آقا رو اصلا اذیت نمی کنی. خوب باش. پسرش مهم نیست، کمیسیونش مهمتره. کمیسیونش مهمتره. میدونی چه نازنینه؟ چقدر نازه؟ اینا مهم نیست، کمیسیونش مهمتره. بله. خواهش میکنم. بله، فکرش کردم. اینم کمیسیون. بله. در ضمن جون شما و جون این فرش نازنینم. مطمئن باشید. 200,000 تومنه؟ مطمئن باشید. خواهش میکنم. من میتونم برم؟ بله. خداحافظ. فکر خوبیه ولی آفرین. فکر خوبیه ولی خودشه. آره، فکر نمیکنه کم دست و پا گیره. خیلی که نه، فقط وقتی که تلفن بزنه سخته. ایناش احساب بله، بفرمایید. سلام، حال شما خوب هستی؟ سلام خانم. آره؟ بفرمایید. آقا بهروز اینجوری نه. فرمایش. آقا بهروز کجا تشریف دارن؟ بله. یه لحظه. آقا بهروز؟ بله. شما هستید؟ آره. ممکنه چند لحظه در خدمتون باشم؟ خواهش میکنم، بفرمایید. بعد از تلفن گوشی دستتون رو. خداحافظ، بعدم بهت زنگ میزنم. آره؟ به ما اطلاع دادن که آقای بندبندی اینجا بودن. آره؟ خب بله. و مقداری از وسایلشون رو اینجا پیش شما سپردن. بله. نه، کی گفته؟ تفره نرید، به هیچ عنوان تفره نرید. ما اطلاع کامل داریم که این طوره که من میگم. از کجا؟ بله، از کجا؟ باهوش جونم، از این فرش. این فرش رو همه میشناسن. آره؟ ها؟ حله؟ خب که چی حالا؟ آخه وسایل آقای بندبندی کلن توقیف شده. آره؟ تا اینجا شد؟ حله؟ خب بله. بچه ها بیاید ببینم. نداره. آقا یعنی چی؟ وسایل میره بیرون. یه فرش وسایل نداره دیگه. باید چیزه این فقط این فرش مال آقای بند بلند شه. ببخشید ولی فقط این فرش مال آقای بند بند دست بقیه‌اش مال خودمونه. آقا فقط همین یه فرش بیرون خاکی. ببخشید این مال خودمونه. آقا اینا من خودم با عزت بدبختی خریدم. ببخشید مال خودمونه. آقا چی دارین میبرین؟ بند بندی. آقا اینو مادر بهروز برای من کادو آورده. چی بود؟ مال خودمون بود. بردید آقا. آقا ببخشید. اینجوری نبود. اصلا شما هم بیا. بهروز که دیگه نمیتونه اونجوری ببینه. آقا این جهیزه خودمه، کجا میبریم؟
سلام. سلام علیکم. شکر آقا. بفرما. سلام آقا تصویر بردار. بفرما. موضوع این برنامه ما فرش فروشه. بفرما. بفرما بشین آقا. سرپا بده. بفرما بشین. خب نظر خاصی اگه شما دارین مطرح بفرمایید. عرض کنم که نظر خاص که فرش خیلی خوبه. فرش اصلا چیز خوبیه. همین. فرش چیز خوبیه. یعنی شما خودتون فرش دارین؟ بله دیگه فرش دارم خودم. اینها گذاشتم نشستم که دیگه پام درد گرفت. بعد یه سال و نیم پام درد گرفت دیگه. فرش انداختم فرش میشین. بعد حالا چطور شد که این فرشو خریدین شما؟ این فرشو ارزم سانچو خیلی فرش دوست داره. یعنی اصلا الان اونجاست رفته اونجا بگرده. میشینم میشه رو فرش میشینم. من خودم به زیلو چه میدونم موکت گونی هر چی باشه میذارم میذارم میشینم، ولی سانچو افادهش خیلی زیاده، هر چیزی رو قبول نمیکنه که میدونن. بله خیلی متشکرم، مرسی. خواهش میکنم. بفرمایید دم در بعد بفرمایید بشینید. خیلی ممنون، مرسی. رفیقمون کو راست برمیگرده برمیگرده. سلام برسون. خیلی ممنون. خدا. سلام علیکم. سلام علیکم. ببخشید این گزارش که این شما کجا رفتن اون آقا؟ بعد رفتن مرخصی برمیگردن. حالا بله بله سلام، ما رو خدمتشون برسونیم. خیلی متشکرم. بله موضوع برنامه امشب ما فرش فروشه. اصلا خوب نیست آقا، ابدا اصلا خوب نیست. برای چی؟ همسر خود من فرش فروشه، اما دریغ از یه انقدر فرش اگه ما تو خونه داشته باشیم ما نداریم. پس چی دارین؟ هیچی، دو تا دونه موکت نخنما و یه فکر میکنم یه دونه هم گلیم با بیشتر نداریم. هر دفعه هم بهش میگم بابام یه دونه تخت فرش بردار بیار تو این خونه، میگه اینا پاخور نداره. خب از اونا که پاخور داره بیارن. اونش هم درد سره آقا، اونش هم درد سره. چند وقت پیشا برداشته یه دونه فرش آورده توی خونه، انقدر دیگه منو بچه رو این فرش را برده و دونده که از نفس افتادیم. اصلا همینطوری موکت نخنمای بهتره نخواسته. بعد شما نظر خاصی ندارین کلا؟ نظر خاص که کلا نه، ولی یه پیشنهاد داشتم خدمتون و اونم اینه که بیان بغل هر خونه یه فرش فروشی باز کنن. خیلی خوبه دیگه، آدم میخواد فرش ببره اینور و اونور بیاره دیگه مشکل نداره. تازه زن و بچه‌شون هم دیگه فرش فروشو میبینن، همسرشون و باباشونو میبینن و اینا. بچه‌ها بیان تعداد فرشا رو بیشتر کنن، تعداد فرشا که بیشتر بشه دیگه مشکلی نداریم. لحاظ بشه. ممنون ممنون. بابا سلام علیکم، احوال شما چطور؟ شما شد با این میکروفون من چطوری؟ چه که این گذاشت گرم؟ ما چی گذاشت گرم؟ میان تشریف میارن ایشون بعد انشاءالله. آقا سعی زیراف کردی؟ نه بابا نه خیادم تشریف میارن. حال شما چطور آقا؟ خیلی متشکر قربان. آقا موضوع داره خوب میشه ها. خیلی ممنون تشکر میکنم، مرسی. آقا چیه برنامه امروز؟ چیه موضوع برنامه شما؟ ما درباره فرش فروشی. بابا اول شما حالا موضوعش خوبه؟ هر کاری فرش فروش چیز دیگه، هم فرشش خوبه هم فروشش خوبه. هر دو اونایی که تو کار فرش هم میدونن چه آقا فروشش بهتره فرششه. بله بله. بعد به نظر شما چطوری میشه به یه بازار مطمئن دست پیدا کرد؟ هر کاری که بازار مطمئن خب گیر میاد، آدم به جوینده یابنده است. بازار شما اغلب مطمئنه بازار فرش اینا. اونا بگردی چیز میکنی پیدا میکنی، از فرش هم چیز دیگه، فرش فروش فرق نمیکنه، یه واب اختلافشه. بله بله. شما یه واب بین فرش میزه میشه فروش. بله درست. اینا با هم دیگه چیز هست دیگه، فرش که باشه فروش هم دنبالشه. بله بازارش خوبه. بعد شما خودتون شخص فرش فروش هم بودی؟ حضرت که بله بله. بعد حضور درست کردم که چیز میکرم یه مدر چند پتو سربازی داشتیم، اینا طرف فرش بود. حضور درست کردم اینا سر چای گل بنده اینا رو سه تا صد تومن میفروختیم. کار کاسبیش هم خوب بود، خیلی کاری بود. بله خیلی متشکرم. ماشینم که عوض کردین و مدل فرش فروشیه مثل اینکه زمان. بله این چیز میکنیم دیگه، با یه گلیم عوضش کردیم. بله بله بله. آقا آب گوشید آب خیلی ممنون، مرسی. ایشالا مزاحم میشین در این فرصت. چیز دارم داره بلیک بلیک میکنه آب دوربین تو. آقا آب گوش خدمت باشی. قربون شما. خدا حافظ شما. سلام. سلام دوست من. موضوع برنامه میشه ما فرش فروشه. فرش فروش چه موضوع آشناییه، شما قبلا نداشتید؟ گمون نمی‌کنم. چرا بابا یه بار به گوشم خورد. نه اون قالی‌شویی بود، قالی‌شویی داشتیم اما فرش فروش نداشتیم. آب شایدم. خب فرش فروش چیکار میکنه؟ فرش میفروشه. فرش میفروشه. اون وقت خود فرش چیه؟ فرش آره دیگه. فرش زیر پا. فرش نکنه از این موکت هاست؟ نه هم فرش زیر پا که زیر پا میندازن.
آفر، من مخلص شما، چاکر شما، این حرفا چیه؟ زیر پا فرش زیر پا چیه؟ من خاک زیر پای شما، این حرفا چیه؟ ما مخلص شما، این پس شما نظر خاصی ندارین؟ خب اگه بدونم خب فرشیه، خب نظر خاصم دارم. خب خیلی متشکرم بینندگان عزیز، برنامه ما در همینجا به پایان میرسه، تا برنامه دیگر و گزارش دیگر، خدا نگهدار. میگن فلانی یعنی قالی کاشون میمونه، یعنی چی؟ یعنی از نظر کیفیتی جنسش خوبه، بالاست. اون یعنی اون آقا از نظر کیفیت جنس... نه میگن فلانی طرف مثل قالی کرمون میگن، یعنی قالی کرمون میگن، قالی کرمون، سابقا میگفتن قالی کرمان بر. یعنی هر چی سنش میره بالاتر ارزشش بیشتر میشه. خب پس یعنی قالی کرمان این خصوصیتو بیشتر از قالی دیگه داره که هر چی پا بخوره اینجوری بوده، بله، ارزشمندتر میشه. بله قبلا اینجور بود. ما هم اینجا داریم، یه قالی کرمون اینجا داریم، ما این قالی کاشونه البته. این عرض کنم خدمتتون که شما بفرمایین که موزه فرش هم میرین دیگه، رفتین، بله، دوست دارین، بله، شغلتون حاضرین با چه شغلی عوض کنین؟ من شغلمو به هیچ وجه با هیچ شغلی عوض نمی‌کنم. خیلی، اون وقت تو کارگاه های بافندگی هم میرین سر بزنین؟ ما خودمون تو کارگاه بافندگی میریم و خودم هم من بافندگی بلدم، اصلا از کوچیکم بافندگی بلد بودم. اون وقت جاهایی میرین که قالی میبافن توی مثلا روستاها و شهرهای خیلی دور افتاده که بعد اونجا همونجا سر کار ازشون بخرین خودتون؟ بله بله. اون وقت قیمتاش خیلی متفاوته با تهران؟ نه خیلی متفاوت نیست، اکثرا اونجا هم قیمتا رو میدونن خودشون، مزنه دستشون هست، این نیست که آدم بره چشم بسته اونا قالیشون و مالشون رو مفتی بدن دست کسی، نه اینجوری نیست. شما رفو هم بلدی؟ من رفو بلد نیستم، نه. شما سالی چند تا ماژیک استفاده میکنین تو کارتون؟ ما ماژیک استفاده نمیکنیم، کار ماژیک مال اون رفوگرا و افراد صادراتی هست که احتمالاً بعضی جاهای قالیا رو با ماژیک میتونن. من تو بعضی فرش فروشیام یه کلکسیون ماژیک دیدم رو میز طرف، یه جاهایی که زدگی داره فرشو میخرن، یه دو تا اینجوری اینجوریش کنن مشکل حل. اصلا ما چون کار صادرات نداریم، ما فقط نو فروشیم. بله بله، کار نو از این چیزا نداره. من معذرت میخوام آقا، مهمونی مهمون داری بعد فرش همسایه‌تو قرض میگیری که آبرود نره؟ خب فرش دیدم اینو که میگم، فرش ماشینی داره، فرش نقش ماهی میگن بهش، تبریز ماهی، نقش ماهی تبریز همسایه‌شو میگیره میندازه که مهمونا بیان و برن، بعد دوباره میبر پس میده. چی بگم من؟ فرش ماشینی داری، مهمونه به خاطر فرش چشم ماهی میاد خونه تو؟ نمیاد که، اینا شعار نیست، اینا داره اتفاق میفته دور بر ما. فرش همسایه‌تو از زیرش میکشی میاری خونت، مهمونیت که تموم شد میاری میدی بهش. من هیچ چی ندارم بگم، شما این نمایش ببینید. اسمتون؟ کیارش انوری. شغلتون؟ مهمه؟ تا حدودی. خب اگه تا حدودی، به نیازی نیست که من شغلمو بگم. خب کاملا لازمه. شغلتون؟ شما چون حرفتون عوض کردیم، شما گفتین تا حدودی، الان حرفتون عوض کردیم، نیازی نمیبینم من شغلمو بگم به شما. گمون نمیکنم مسئله خیلی مهمی باشه که من یه چیزی گفتم. شغلتون؟ مهمم نیست، از خیرش بگذاریم. من منظورم عوض کردن حرفم بود. منم منظورم دونستن شغلم بود. پس عوض کردن حرف من خیلی مهم نیست، شغلتون رو بفرمایید. خب اگه مهمه پس باید قبل از اسم بپرسین. خیلی اگه مهمه شغل من، دونستن شغل من اگه خیلی مهمه، باید قبل از اسم باید بپرسین. من تمام حرفایی رو که تا این لحظه خدمت شما زدم عوض میکنم و عذرخواهی میکنم از این بابت. تمام؟ از الان من یه آدم دیگه ام. شغلتون؟ قبل از اسم باید بپرسیم، مهمه قبل از اسم. اسم یعنی مهم نیست؟ چرا، ولی در مرحله تست زیاد مهم نیست. تو تیتراژ خیلی مهمه، من به همین خاطر
اسممو گفتم چون مهمه تو تیتراژ. ببینید دونستان شغل شما برای ما مهمه به این جهت که ما میتونیم خط سیر بازیگری شما رو تعقیب کنیم. فقط همین. تعقیب کنید. منم کمکتون میکنم. ماشین داری؟ برای تعقیب کردن سیر بازیگریتون. نه. من بعد از تست می‌خواستم این جیوی برم. گفتم شما سویچ ماشینتون رو من بدین یا خودتون با من بیاین. اگه نمیایین سویچ ماشینتون رو بدین من برم برگردم. کجا می‌خواید تشریف ببرید؟ یه توکپا می‌خواستم برم قرچک برگردم. فرمودین در ارتباط با شغلتونه یعنی؟ بله. شما سوال دیگه‌ای ندارین از من؟ از چه زمانی به بازیگری علاقه‌مند شدین؟ والا حقیقتش اینه که من شغلمو بهتون نمیخوام بگم. خب اشکال نداره، من اصرار دیگه ندارم، فقط میخوام بدونم از چه زمانی شما به بازیگری علاقه مند شدین. من شغلمو بهتون نمیگم، گفتن که شغلتون رو اصلا نمیخوام دیگه بدونم، فقط بفرمین از چه زمانی به بازیگری علاقه مند شدین. والا از وقتی که من به شغل خودم اشتغال پیدا کردم رفتم تو تریپ بازیگری. بله. تریپ بازیگری من خیلی مربوط به تریپ شغلم داره، ولی من شغلمو به شما نمیگم. شما بازی میتونید بکنی؟ بازی چی؟ قلدقل بازی؟ نه بازیگری. بیستید لطفا. لج بازی رو میتونید بازی کنی؟ لج بازی والا شرمنده دیگه، این یکی رو اصلا مرگ این میر شرمنده، من اینو نمیتونم. قصه بلدم بگم ولی لجبازی اصلا انگیزه بازیگری، انگیزه شما برای بازیگر شدن چی بوده؟ انگیزه من مربوط به شغلم میشه، ولی من شغلمو به شما نمیگم. برای چی شغله؟ ببینید، بشینید، بذارید با هم دوست بشیم. برای چی نمیخوای شغلتو بگی؟ برای اینکه یا همه چی یا هیچی. یعنی چی یا همه چی؟ اگه مهمه که شما اهمیت رو نتونستی من منتقل بکنی، اگر مهم نیست خب خوب کاری کردم نگفتم. اشکال نداره. میخوای من شغلمو بگم؟ زحمت نکشین. شما کار دیگه نداری؟ ما من تموم شد کارتون؟ نه تقریبا تموم شد. کار دیگه هم نداری شما؟ ببینید چون چند تا تست دیگه باید بگیرم، شما شماره تماستون همینه که اینجا نوشته. پس شما تا این بقیه تستاتون رو دارین ضبط میکنی، من برم سویچ و ماشینتون رو من میدیم، من میرم تا قرچک برمیگردم. سویچ و ماشینتون رو من بدیم، من میرم تا قرچک مربوط به شغلم هم از اونجا برگردم، شغلم رو بهتون میگم. قول میدم شغلم رو دیگه بهتون بگم، شغل خودم هم بهتون میگم. تموم شد، تشریف ببریم بیرون تا نزدم بهتون. ببینید چی میشه که فرش تبریز یا کاشان یا نائین اسم در میکنه؟ چند عامل برای اینکه یک فرش خوب فرش خوبی بشه موثره؟ بایستی رجش بالا باشه، نقشه خوبی داشته باشه، رنگ آمیزی خوبی داشته باشه و سالم بافته باشه، یعنی گلاش به هم خورده نباشه، اون وسط قالی یا ترنج قالی که به اصطلاح میگن نصف این نصف با اون نصفشون تفاوتی نداشته باشه، کجی نداشته باشه تا اون کیفیت خوبی. اینا همه تو قیمت فرش هم تاثیر داره؟ تمامشون تو قیمت فرش تاثیر. خب شما بفرمایید که کادوی تولد چی میدین به خانومتون در رابطه با شغلتونه؟ ما اگه داشته باشیم تابلوهای که بافته میشه، یه تابلوهایی که به شکل قالی بافته شده. بله بله. بسیار عالی. اون وقت به همین نسبت که فرش گرون میشه اجرت کارگر هم گرون میشه؟ نه خیلی اثر نمیگذاره متاسفانه. نه
چرا متاسفانه؟ به خاطر اینکه تولید زیاده، دست زیاده، تولید کننده ها زیادن، موقع اینکه اجرت اینقدر نمیبره. تو دنیام هیچ کالایی به اندازه فرش دستباف ارزون نیست. درست، نسبت به زحمتی که میبره. نسبت به زحمت. درست. شما بیشتر تو کار ماشینی هستین یا دستی؟ نه خیلی، اصلا فقط ما دستباف. فقط فرش دستباف کار میکنید. بسیار. شما حدوداً چقدر فرش دارین؟ میتونید بگید؟ حدوداً اگه دوست دارید میتونید نگید. نه، مسئله نیست. یه حدود 50 میلیون. نه، چند عدد؟ چند عدد؟ ریز و کوچک 150 عدد. بسیار. اون وقت شما تا حالا دوز مغازتون رو زده؟ دوزدم، بله زده. کی، چه جوری بوده تعریف کنید؟ قبل از انقلاب بود، شب خوابم تو مغازه بود، ولی متاسفانه اومده بودن در باز کرده بودن، فرش رو دیوار برداشته برده بود. البته بیدار نشده بود. بیدار شده بود ولی تهدید کرده بود که اگه بیای پایین میکشمت. آها. خیلی خوب. اون وقت خدمت شما عرض کنم که اینجا نوشته شده که آقا بیکاری، حوصله‌ات سر میره، هی میری کلاس تزیینات سفره آرایی با پوست هندونه قاز درست میکنی، میذاری سر سفره. خب این که هنر ارزشمندتریه که قالی بافی، که عیبه مگه؟ یه دار قالی اگر بگیری تو خونتون بذارین فرش ببافین، هم سرت گرم شده، هم یک اثر هنری خلق کردی، هم این که استفاده شو میکنی. هی با پوست خربوزه چرا قو درست میکنی میذاری رو سالات، بعد میرید مثلا 60 جور کلاس 60 ماه. خب اونو 2 دقیقه میخورنش، همه زحمتت هدر میره. شما این نمایش ببینین، من باز این سوالای آخر بپرسم. صد درود، زمینگاه ادب این لاکی ادبی را در حضور شما انبر حضوران فرش نمود به پود می نشینیم و تار تار مرور می نماییم ادب فرش فروشی و انواع اون را. گر پود زنی پود تو را تار کنم، گر دستی زنی نقش به نقش بار کنم، که مراد از دستی نخیست که میان تار و پود زنند، تا شیرازه فرش نگسلد گسل گسا. ادب فرش فروشی یا فرش فروشی ادبی از پرنقشترین و نگارترین ژانرهای ادب است که بر درخت تناور آداب شاخ نمود نمود. گبک کودکی مخمل تبار اولین ادب فرش را بر اهل ادبش چنین نمود: فرشیم فر میشیم، فرشی فرم و بشی. اولین نمودگان ادب فرش فروشی را در مغازه های پیچ در پیش غارتناته تجسس نمودند. اهلی از اهال فنارسه هیروغلیف نام شماهای ادب خاصی را در آن مغازه ها پیدا نمود فرشگون، و با سعی وافر قادر گشت آداب نگاشته آن فرش نماها را بخواند فرش لولا با چنین مضمون: باغهای فرش در بهترین نقطه متری 100 تومان. اولین بافه‌های ادب فرش فروشی را به کرک فروشی فروشی نام نسبت دهند از اهال بی بخارا. آنان ادب‌های خود را بر فرش می‌ساییدند و اضافات آن را قیچی می‌نمودند. ادب نقشی بیرون می‌زد چشم نواز.
اهل ادب از چنین نمودگانی به وجد آمدند و غنجها نمودند آبشار. آنها لیلیها و مجانین، سبزگان و آهوان بر بافه های ادب نقش می نمودند و بازار آداب سراسر گیتی را در قبضه خود نمود نمودندند. متأخرترین ادب فرش فروشی را ادیب فنسالاری با مسمای بوئینگ بساخت. او غالیچه پرنده نمود نمود و در آخرین نمایشگاه آثار ادیبان فرش روش به جلوه نمود با غال. دورگوانی چند در آمادگان پخش به سر میبرند، به گوش جان نیوش میکنیم. با سلام خدمت استاد محترم. درود. ادیب فرش فروشی هستم ناموفق. متاسفم. از چه رو؟ نمیدانم چرا چند وقت از فروش خوبی نداشتم. دیگر ادیب فرش فروشان نیز فروش خوبی نداشتند؟ چرا، آنها داشتند، تنها من نداشتم. در هر حال نگران نباشید، گاهن کسادی موضعی و موقت است. پس یعنی امیدی هست؟ بله ای ادیب، شما نیز به فروش خوبی خواهید رسید. متشکرم. سپاسگزارم. دورگوی دیگر. با سلام خدمت استاد محترم. درود. ادیب خرسکی هستم پرپشت. ابتداعاً بفرمایید خرسک چیست؟ از این قالی های پر و بلند. بله، مشکلتان چیست؟ مشکل خاصی ندارم. پس چه؟ میخواستم از شما خواهش کنم قدم رنجه بفرمایید پیش ما بیای. حتما. آیا خوش نقش و نگارید؟ بهترین نقش با بهترین رنگ در تمام نمایشگاه های فرش اول شدم. پس حتما خدمت میرسم. خدمت از ماست. متشکرم. و اما واژگان گزیده این مقال. زین پس به جای واژه بیگانه و غریب موکت بفرمایید کت مویی یا گیس شانه. دیگر واژه گزیده این مقال به جای واژه محجور و منحوت استوک زین پس بفرمایید توک اسی یا اسی توک تو. واژگان گزیده این مقال توک اسی یا اسی توک تو به جای واژه بیگانه استوک و کت مویی یا گیس شانه به جای واژه بیگانه موکت. رخسار بردار با اشاره به روزبهان تهیه گذار اشاره می نماید گوشه فرش پهنه را طوری بکشد تا شمع‌ها نریزند. آنان به همراه قاسم خان صحنه نمود در پی ساختن صحنات دیگر برای پهنگان دیگرند. پس تا شمع‌ها فرو نریختند درود و دو صد بدرود. شما دوست دارین بچه هاتون کار شما رو ادامه بدن؟ بله. اون وقت شما چرا کار فرش ماشینی نمی کنید؟ اصلا فرش ماشینی خوشتون نمیاد؟ نخه. چرا؟ ما علاقه مون فقط به دست بافت. خب اون وقت شما تابلوی نقاشی بیشتر دوست دارین یا فرش؟ من اصلا تابلوی نقاشی دوست ندارم، فقط تابلوی فرش دست بافت. آها، چون تابلوی نقاشی دوست ندارین به خانومتون تابلوی نقاشی هدیه؟ اصلا دوست ندارم تابلوی نقاشی دست. بعد شما خونه کسی هم که میرین اول به فرشش نگاه میکنین؟ بله. قیمت هم میذارین براش؟ نه قیمت نمیذاریم، ولی اصولا هم رفتیم ناخودآگاه فرشش مراجعه. معمولا ازتون میخوان که قیمت بذارین؟ اگه خواستن بعضی دوستان و آشنایان. بله. تا حالا شده در مورد قیمت گذاری روی فرش اشتباه بکنی؟ بله. چجوری شده؟ چی بوده قضیه؟ بعضی مواقع ما همش سطحی نگاه کردیم. بله.
به اون کیفیت اصلی فرش توجه نکردیم، یه قیمت گذاشتیم، بعدن هم متوجه شدیم که خودمونم اشتباه کردیم. گرونتر گفتید یا ارزونتر؟ هر دو شد بوده، هم ارزونتر گفتیم هم گرونتر. شده کسی فرشش رو بفروشه بعد پشیمون بشه بخواد بیاد پس بگیره؟ بله. شما پس میدین بهش؟ داشته باشیم بله. چیزی کم نمیکنی؟ نه خیلی. شما اون وقت خودتون فرش که میفروشین پس هم میگیرین اگه کسی دلشو بزنه؟ بله. اگر کثیف نکرده باشه. تا چه مدت؟ تا 10-15 روز، 20 روز، یک ماه. چیزی هم کم نمیکنی؟ نه خیلی. ماه ایشون گله، ماه گل. عرض کنم خدمتتون که شده شما واسه فرشی دلت همچی بره. بله. تمام سعیتو بکنی صاحبشو راضی کنی بفروشه. که بفروشه؟ نه شما. اتفاقا من هر وقت فرش رو خیلی خودم دوست داشته باشم به صاحبش توصیه میکنم که نفروشه. شما خودت وقت دلت میخواستی که فرش داشته باشی؟ نه مسئله نبوده، از اون بهترش هم هست، همیشه من متقدم میشه، هر خوبی خوبترش هم پیدا میشه. شما تو کار گبه و جاجیم و گلیم هم هستین؟ بودیم ولی الان نه. تخصص داری؟ بله. خیلی خوب، عرض کنم خدمتتون که سوالای بنده تموم شد. سوال آخر ما که میدونین چیه؟ بله. دختر به فرش فروش میدین؟ بله. چه تأکیدی؟ چه بلهی؟ چرا؟ شغل خوب، من خودم از شغلم بسیار راضی و خوشحال هستم، خوشنودم. خب بسیار خوب، ایشالله که همیشه از عمل کرده شغلتون راضی و خوشحال و خوشنود باشین و سالم و سرحال. عرض کنم خدمتتون جنوشته با چقدر پول میشه خاطرات پدر بزرگ و مادر بزرگ همون رو بخریم؟ فکر میکنید اون فرش کهنه که تو انبار یه گوشه خونه افتاده چقدر میارزه از نظر مالی؟ همین، فقط همین. شب بخیر، خداحافظ.